اگه میخوای نکاتی رو راجع به عمق کشت مناسب در گلخونه بدونی، پس بزن بریم سراغ آموزش. سلام دوست عزیز، در ویدیو روز گذشته نکات مهم تولید نهال آووکادو در گلخونه رو با هم مرور کردیم. تو این ویدیو میخوام نکات کاربردی و عمق کاشت مناسب در گلخونه رو براتون توضیح بدم. قبل اینکه ادامه پست رو ببینی، حتما این پست رو سیو کن، برای همکارات به اشتراک بذار و اگر هم از اکسپلور اومدی خوشحال میشم پیج ما رو فالو کنی تا ویدیوهای بعدی پیج ما رو از دست ندی. عمق کاشت یعنی لایه‌ای از خاک روی بذر قرار گرفته باشه. عمق کاشت تعیین کننده مواردی از قبیل وضعیت و تغییرات حرارتی و رطوبتی خاک، معیاری از نیروی مقاومت خاک در برابر خروج جوانه اولیه از خاک. عمق کاشت مناسب شرایط مطلوبی برای جوانه زدن، سبز شدن، توسعه طوق و ریشا رو فراهم میکنه. عمق کاشت نامناسب سبب بروز مواردی در بذر میشه که شامل تأخیر در سرعت سبز شدن بذر، ضعف بنیه گیاهچه. خاک و گیاه از عوامل مؤثر در تعیین عمق کاشت هست. خاک‌های دارای بافت درشت نسبت به خاک‌هایی که دارای بافت ریز هستند از مقاومت کمتری در برابر خروج دانه برخوردارند. پس عمق کاشت در خاک‌های سبک نسبت به خاک‌های سنگین بیشتره. عمق کاشت در خاک شنی بیشتره، چرا که میزان آب کمتری رو در خودش نگه می‌داره و به سرعت سطح اون خشک میشه. در نتیجه رطوبت عمقی خاک برای رشد بهتر بیشتره. در کشت دیل نسبت به کشت آبی عمق کاشت بذر بیشتره، چرا که رطوبت خاک کم و لایه سطحی خاک سریعتر خشک میشه. خاک‌های نیمه سنگین و سنگی بر اثر آبیاری غرقابی سله می‌بنده، پس در نتیجه باید عمق کاشت کمتر باشه که بذر در جریان سبز شدن با مقاومت کمتری روبرو بشه. دوست عزیز، ممنون که به این ویدیو توجه کردی، امیدوارم که مفید باشه براتون. در پست روز آینده میخوام راجع به کنترل بیولوژیک مگس سفید در گلخونه باهاتون صحبت کنم. خوشحال میشم لایک کنی و نظراتتون رو برای من کامنت بذارید. سپاس از همراهی شما.